دوستان سلام، با عرض سلام و تبریک سال نو، من با آقای گودرزی روی توییتر صحبت میکردم که دنبال یه روتر اکسس پوینت بودن که روش فرمور اوپن دبلی آر تی بریزن. و خب ببینید، فرمور اوپن دبلی آر تی در واقع از اولین بار که دبلی آر تی سری 54 که روتر اکسس پوینت هایی بودن که فری سافر فاندیشن تعقیب کردن، دیدن که روش فرموری هستش که گنو لینوکس هستش، و بعدا رفتن و از طریق قضایی چیز کردن، تقاضا دادن که آقا چون شما از این فرمور استفاده کردید باید سورسش هم در اختیار کاربرا بذارید، و موفق شدن. و بعد از اون فرمورهای ترد پارتی برای این سری از سخت افزارها اومدن که یه توانایی هایی میدادن که ممکن بود خود روتر به صورت پیش‌فرض ندهد. خب و من امروز میخوام روی یه سخت افزاری که خورده سخت افزار چیزی هستش، متفاوتی هست با سایر روتر اکسس پوینت ها، این یه روتر اکسس پوینت ریپیتر هات اسپات چیز مسافرتی هستش که در واقع در سه حالت روش دکمه داره کار میکنه. هم میتونه به عنوان یه روتر اکسس پوینت کار کنه که مثلا به فرض از پورت ادرنتش اینترنت رو بگیره، به صورت یه اکسس پوینت وای فای اینو در اختیار کاربرا قرار بده، یا اینکه میتونه به عنوان یه دونه ریپیتر کار کنه، یعنی سیگنال وای فای بگیره و بعد دوباره باز پخش کنه با یه اکسس پوینت دیگری که مثلا قدرت بالا بره، این حالت زیاد خوب کار نمیکنه محض اطلاع، و بعد یه اینکه به عنوان یه هات اسپات، یا مثلا به فرض به عنوان یه دونه در واقع کلاینت باشه که مثلا به یه اکسس پوینت دیگری وصل بشه، بعد به یه کامپیوتری که فقط دسترسی در واقع کارت شبکه بی سیم نداره از طریق لن اینترنت بده مثلا. خب من چون از این چند تا اضافه دارم، به عنوان اولین نصب میخوام روی این کار بکنم. ببینید، دقت بکنید که ما موقعی که میخوایم یه سخت افزار رو ببینیم که سازگاری داره یا نه و چه مشخصاتی داره، از طریق ویکی دیوایس سرچ میکنید دیوایستون و ویکی دیوایس، و باید دقت بکنید که سخت افزارها ریویژن های مختلفی دارن. یعنی ما وقتی با همین WRT 54G همه چی شروع شد، این یهو میبینیم که همون ظاهره ولی توش از نظر میزان رم و فلش و چیپ سیستمان چیپش و اینا CPU و اینا همه میتونه فرق بکنه، و در بعضی موارد نصب نمیشه. یعنی قطعا مثلا با 2 مگابایت فلش شما نمیتونید هیچ کاری بکنید، نصب نمیشود، سازگاری ندارد. یعنی حداقل باید چیزی باشه که از نظر من 8 مگابایت فلش مموری باشه، ولی بیخیالش بشید. خب و بعد اگه اولین بار هست که میخواین کار بکنید، میتونید بگردین روی سایت های دیوار ایسام، روتر اکسس پوینت هایی هستن دست دو میفروشن، سری مثلا 811G هستش، یه خورده قدیمی شده، با قیمت های مناسبی میفروشن. فقط چیزی بگیرید که بالای 8 مگابایت فلش داشته باشد و 64 مگابایت مثلا رم داشته باشد، یا حالا به بالا. و اینا اغلب هم چیپاشون، یعنی CPUهاشون از سری خانواده میپس هستش، ولی در حال حاضر OpenWRT و سایر این فرمورها روترهایی با پروسسورهایی از خانواده آرم و بقیه رو هم ساپورت میکند. خب کجا بودیم؟ من اینم توضیح دادم. و بعد خب در این سایت ویکی دیوایس که اینو میبینیم، لینک هایی دارد به ویکی های مهم دیگر، من جمله مثلا اگه سازگاری بشود فرمور اوپن دبلی آر تی، فرمور های دیگری که از دی دبلی آر تی اگر باشد. قبلا یه فرموری بود به اسم لده که در واقع یه سری از دیولپر های اوپن دبلی آر تی اومده بودن یه پروژه موازی زده بودن که الان دوباره خوشبختانه با هم ادغام شده اند. فروم هایی که هستش، اگر مثلا اکس مکس هایی که باشه، مثلا خب همین فروم حتی نسخه قدیمیشه میاد مثلا توضیح میده که مثلا کدوم نسخه هستش. بعد مثلا ورژنی که من دارم سری A، اگر L1 بود، حالا نمیدونم این ورژنی که اینجا هستش L1 نیست، میتونست فست شارج هم از این پورت USB ساپورت بکنه که شاید مثلا هارد های مکانیکی هم پاسخ میداد. متاسفانه مال من نیست، اهمیت حالا زیادی نداره. بعد دیگه مثلا این ورژن A2ش
توانایی مثلا پلای انگلیسی و اینا رو شاید داشته باشه، ولی خب حالا اونم ما نداریم، ولی از نظر سخت افزاری یکیست. بعد اینجا مثلا یوزرنیم پیشبرز و پسورد و آی پی دسترسی رو میده. من الان اینجا کجا بود؟ این بود، آره اینو اینجا دسترسی پیدا کردم از این آی پی. ملاحظه میکنید لینک هایی اگر داشته باشه به کسی باز کرده باشه عکساش، بعد دقت بکنید اگر شما مثلا اومدید اشتباهی کردید، بریک کردین، آیا توانایی آنبریک کردن از طریق پورت سریال که دسترسی کنسول به ما میده، یا اگر کار خیلی اشتباهی کردین از طریق پورت جی تگ به شما میده یا نه، که البته اکثر کاربرا این کاربرد شاید نداشته باشه. و حالا مثلا لینکی به عکسای دیگه دوستی که اومدن اینو باز کردن، عکسشو گوشتن و خب اینجا هستش. و خب دیگه چی؟ و فورومی که اگر باشد باز مثلا در اینجا به ما میده لینک فوروم که من اینجا بازش کردم. 11 صفحه در خصوص همین بحث شده. ببینید قدیمیه این دوست عزیز ما، مربوطه به چه سالیه؟ من فکر کنم که اولین پست این فوروم ببینیم مربوطه به 2012 است، بنابراین احتمال داره سخت افزارهای قوی تری هم باشه، ولی خب حالا دیگه این مثال دیگه، این جلد دست من الان میتونیم باش کار کنیم. بعد خب حالا که اینجا هستیم، این نسخه جدیدتر سایت OpenWRT فرمورایی که هستش، من این فرمور جدیدترش رو گرفتم، میاد اگر باشه مثلا میذاره. دقت بکنید بعضی از اینا خب فرموری هستن، از طریق خود اینترفیس وب میتونیم ما آپلود کنیم رو دیوایس. بعضی وقتا دیوایس رو باید در حالت ویژه قرار بدیم از طریق مود ریکاوری، بعضی وقتا بعضی دیوایس ها رو باید از طریق TFTP آپگرید کنیم. بعد ویکی ها رو خوندید چجوریه، این خوشبختانه راحت. یوزرنیم پیشفرز ادمینه، میبینید چیز زیادی نداره. خب میتونه مثلا یه کاری داشته باشه، مثلا استوریجش رو میتونه مثلا شیر کنه اگه یه پورت USB بزنیم بهش، یوزرنیم پاسورد کریت بکنیم با فرمور پیش برزش، یه سری امکانات ساده. خب ولی خب خیلی چیز نیست. ما حالا میریم تو فرمور، این فرمور ویژه‌ای که ما دادن که از طریق فکتوری، نکنید اینجا دو فرمور دادن، یه دونه برای این که از طریق فرمور فکتوری رو آپگرید بکنید، بعضی وقتا یه دونه میدن که ورژن قدیمیه، اگه OpenWRT داشته باشین فقط اونا بزنید، ولی ما اینو داریم. و خب من اونو دانلود کردم، براوز این اوپن و درسته آپلود. بعد یه پیغام میده که آیا مطمئنید، میگیم آره، میگه مطمئنید آره. و خب the upload may take up to 1 minute. در این فرصت ما میتونیم بیایم و اینو پینگ بگیریم. فعلا اینه. اول ناکنید این وارد در واقع آپلود میشه به رم دیوایس، بعد از روی رم فلش میشه. در این زمان اگر شما برق دیوایس رو قطع بکنید، دیوایستون بریک خواهد شد، یعنی احتمالا حتی دسترسی کنسول سریال هم از روی پین هدره روش به شما نخواهد داد. و الان داره اون اطلاعات رو رم رو فلش رایت میکنه که بعد از اینکه این اتفاق بیفته اینو ریستارت خواهد کرد. این الان 126 ثانیه طول میکشه. خب الان ما برای چی این کار بکنیم؟ ببینید این OpenWRT یه سری علاوه بر این توانایی ویژه که هستش، پکیج‌های مختلف هست. یه پکیج منیجر میده، همونجوری که بچه‌ای که با دبیان یا اوبونتو کار میکنن با اپت آشنایی دارن، بچه‌ای که با فدورا کار میکنن با DNF، بچه‌ای که با آرچ کار میکنن با پکمن آشنایی دارن، اینم یه پکیج منیجر خیلی ساده‌ای داره به اسم OPKG که بعد میتونید سافت‌ور رو نصب کنید. خب حالا شما فکر میکنید با خودتون که ما که خب مثلا روی چقدر مثلا روی چند مگابایت دیگه، 8 مگابایت چقدرش اصلا خودش شده سیستم عامل. ببینید ورژن کاستماایز کرنل که اون اومدن کم کردن، با این وجود داره مقدار زیاد از اینا میگیره، ولی همونجوری که گفتم اگه شما مدلی رو بگیرید که پورت USB داشته باشد، میتونید سافت‌ورها، نرم افزارها و دیتای زیادتری رو روی این پورت بریزید. ما الان ببینیم این چقدرش رفت.
61 ثانیه. هنوز الان این بعد پینگ ما اینجا رفته باشه، میبینید بله رفته. ببینید آن نکته دیگری که هستش، من الان روترم به شکلی تنظیمه که هم دسترسی اینترنت من دارم، همین که یه رنج ویژه‌ای دارم برای دسترسی از یه پورت ویژه روتر خود من شخص من که برای دسترسی به رنج های 192.168.0.16 روی چند تا مثلا کانکتر ادرنتش که هستش، پورت ادرنتش که هستش. و خب اگر شما میخواین کار بکنید، اگر روتر اصلیتونه ترجیح کار نکنید برای دفعه اول، یه روتر که میخواین کار بکنید روتر دومتون باشه با وای فای وصلشین به اکسس پوینت اصلی و دیفالت گیتوی بدین و یه رنج دیگری از آی پی هم انتخاب بکنید، مثلا 192.168.40 مثلا یک خود روتر باشه و 40.2 الا مثلا 200 کلاینت ها باشن و روی یه دونه پورت دیگر ادرنت، رو پورت ادرنت لپتاپتون کامپیوترتون آی پی استاتیک بدین، حالا یک یا چند تا که بتونید دسترسی داشته باشین به روتر، همزمان اینترنت داشته باشید برای ترابل شوتینگ، خوندن اطلاعات دانلود اگه احتیاج داشته باشین و بتونید به این روتر مقصد دسترسی پیدا بکنید. ببینید ما الان اینجا دسترسیمون رفت و الان پینگ نداریم، حالا ببینیم قبلی هنوز هست یا نه. اومد بوت شد. من الان با این آی پی جدید که آی پی دیفالت اوپن دبلیو آر تی هستش میتونم برم روش، میگه پسورد من تغییر بده. خب اول با پسورد معمولی اگه ما بریم go to the password configuration، یه پسورد جدید بهش میدیم، بعد میگه SSH منو روی چه پورتی، روی پورت LAN اکتیویت بکن با همین save and apply. 29 ثانیه صبر میکنیم، انقدر طول نمیکشه. خب خب یوزر خب من قبلا با همین کامپیوتر به یه کامپیوتر یه هاست دیگری با همین آی پی وصل شدم، میگه این اینجا هستش، اینو پیدا کن و دیلیت بکن. خب ما اینو کلید رو باید دیلیت بکنیم از نان هاستمون. خب دوباره برو پسوردی که دادیم و وارد شدیم. خب الان اینترنت نداریم روی این دیوایس، بعد برای اینکه اینترنت بدم میرم اول یه اوورویو اینو ببینید. خب این مشخصاتش، چقدر از مموری استفاده شده و یه سری اطلاعات دیگه. پیش فرض وایرلس SSID که داره دیسیبلده، بای دیفالت اوپن دبلیو آر تی شما دسترسی وایرلس ندارید. نتورک اینترفیسز، خب اینو بذارید من ادیتش کنم. من اینجا دیفالت گیتوی بدم 253، این کانفیگ منه، میبینید به همین راحتی نیست. اگه مثلا شما این رو آپلینکش رو میخواین از طریق پورت ادرنت یه آی پی دیگری بدید و اینا، باید بدونید دقیقا چی کار میکنید. اگه لازم باشه باید آی پیش تغییر بدین دیگه. من آدم های خیلی مبتدی بهتر دنبال همچین کارهایی نرن. خب ببینم ادرنت این بریجه، خب این هم که آی پی مونه تنظیم شد، بله. دی ان اس داریم؟ نه دی ان اس نداریم. اول ببینیم این داریم دی ان اس ادیت. کاستم دی ان اس سرور همینو میدیم.
اومد. خب حالا که این کار کردیم، این ناکنید OPKG اگه لیست بگیریم یه سری پکیج میده، خیلی کمه میبینید، تعداد محدود. ولی الان اول ببینید ما چقدر الان استوریج داریم، چیز زیادی نداریم برای روتمون. خب میبینید ما فقط 36 مگابایت استوریج خالی داریم، ولی خب همجور که گفتم با یه USB همه چی درست میشه. پکیج ها رو آپدیت کنیم. خب این پکیج های مختلفی که هستش اینجا اومد، میبینید پکیج های زیادی داریم برای مثلا استریسک برای کار وایس اوور آی پی، اگه لازم باشه میتونیم حتی روی این، البته توصیه نمی کنم ولی میشه، اگر چرا که نه سی پی یوش قوی باشه میشه این کارو کرد. بعد عرضم به حضور شما که چیز خیلی مختلفی داریم، جانگو دی ان اس ماسک برای کار دی ان اس، خیلی چیزا. بذارید مثلا او پی کی جی سرچ ترانسمیشن، یا بذارید او پی کی جی لیست برنامه. مثلا ما ترانزمیشن رو داریم، میتونیم اینو در واقع به عنوان یه دونه تورنت کلاینت سرور استفاده بکنیم و تورنت هامونو روی مثلا یه فلش یا هارد اکسترنال، البته هارد اکسترنال در این مورد نه، هم فلش ذخیره بکنیم. یعنی به جای اینکه کامپیوتر اون رو روشن بذاریم تورنت هامونو شب بگیره، همینو اسکیجولر بذاریم بگیره. نمیدونم OPKG search aria to see aria 2 نیست. بله اینم مثلا دانلود منیجر آریا 2. حالا فقط حالا ما بحث تورنت و دانلود رو نگیریم، یا مثلا حالا استرس که من گفتم، خیلی موارد دیگه، مدیا سرور میتونه باشه، حتی وب سرور میتونه باشه. حتی میگم باز توقعتون رو بالا نبرید، این حتی یه رسپبری پای نیست، خیلی موارد شما میصرفه. همین راستی ببینید فرمور اوپن دبلیو آر تی برای خود رسپبری پای هم هست، اگر رسپبری پای دارید بی خودی یه همچین دیوایسی رو شاید نگیرید، بهتر باشه. باید دقیقا هدفتون رو مشخص کنید. همه چی هست مثلا تور حالا ما موارد چیزه میگم، یعنی مثلا تور هم میتونیم نصب بکنیم، خیلی کارهای مختلف. خب حالا ما این کار کردیم، بعد راهنماهایی هم هست. من الان حتی این کار نمی کنم، ولی همین الان من این کار کرده بودم قبل از این. راهنماهایی هست برای اینکه اگر بخواهید برگردونید، ناکن اینجا نوشته back to original firmware، برمیگردونید به فرمور اصلی، این فرمور اصلی رو میگیرید و مثلا اینجا گفته خب گرفتید دانلود که کردید یه تیکه، مثلا این گفته چند بایت اول باید حذف کنید از فرمور اصلی که بعدا این فرمور خود OpenWRT بتونه اینو فلش کنه روش، و اینو میگه اینجوری کپی کنید و فلشش کنید. ولی حالا من این کارو نمی کنم. این حالا چرا بکنم؟ بذار این کارم بکنم. خب کجا بود؟ اینجا کلیر LS، من قبلا این کارو کرده بودم. اینا شش این فرمور. خب دیدی ایف مساوی با DIR 505 A1 of مساویس با مثلا original.bin. من قبلا این کار کرده بودم ولی الان دارم میکنم. BS نه، ببینیم این کجاست. BS مساویس با 84 skip مساویس با 1، BS مساویس با 84 skip مساویس با 1 کردیم. خب LL، خب نکنید این فایل اصلی
فرمور اصلی کارخونه مثلا یه حالت به خصوصی که دیده مشخص نیست، ولی اگر الان ما این فایل رو ببینیم میبینید تشخیصش داد چیه. لزومی هم نداره اینجوری SCP کنیم و اینا، من همین الان همینجوری از طریق وب اینو برمیگردونم به فرمور اصلی. خب بکاپ فلش فرمور کیپ سیتینگز، نه این سیتینگ با اون سازگاری نداره، اوریجینال اوپن فلش. خب همجوری که گفتم دوباره این الان باید بره روی رم دیوایس، بعد از روی رم دیوایس احتمالاً یه پیغامی به ما میده ما میخوایم اینو برگردونیم، میخواد این چیز فرمور رو فلش بکنید. میگم دقت بکنید، اگه اشتباهی چیزی رو فلش بکنید اینا دیوایستون بریک میشه. خب اینجا هستش و اینا پرسید. خب الان که داره این کارو میکنه، من اگر پینگ بگیرم مثلا 92.168.1.1 هنوز داره علت فلاشش انجام میشه، انده ریبوت نشده، الان فلاش انجام میشه، ریبوت میشه، برمیگرده به فرمور اصلی. خلاصه اینجاست که باید وقت داشته باشید، حالشو داشته باشین، بشینید ویکی‌ها رو بخونید آقا چجوری مثلا از یه فلاش اکسترنال سافت‌ورای باینریمو روش داشته باشم، کانفیگامون روش داشته باشم، چگونه دیتامونو مانت کنم، با چی پارتیشن بندی کنم، چی کار بکنم. اگر حال حوصله این کار رو ندارید و اینا، خب نکنید این کار رو دیگه. اینکه دارم میگم باید حرفتون دقیقا مشخص باشه. این نه هنوز هست، هنوز ریبوت نشده. ببینم اینجا پیغام ریبوتی چیزی ما نمیده. و اینکه اگر دنبال سخت افزارهایی هستین که خیلی فلش و خیلی رم داشته باشه، سخت افزارهای بعضی از سخت افزارهای میکروتیک هستن که اولا موقعی که گرفتین لایسنس خود میکروتیکر رو که مخصوصا دیوایس هست و اجازه بیارید بیرون ذخیره کنید که وقتی میخواین فلش بکنید به OpenWRT اون لایسنس نپرد. بعد اونها رو میتونید استفاده کنید، باید مطمئن باشید سازگاری داره، هر میکروتیکی هم سازگاری نداره، ولی خب موجود هستش با رما فلاش خیلی بالاست. مثلا این دوست عزیزمون که الان ما داریم این کارو میکنیم، این اگر 8 مگابایت فلاش 64 مگابایت رم دارد، اونا مثلا در مورد مثلا 128 صحبت میکنم، 128 مگابایت فلاش 128 مگابایت رم با پورت USB و چندین پورت اترنت، خیلی چیزای خوبی میتونه باشه. دقت بکنید الان 250 تومن برای این. خب حتی این مزیتایی داره، این دوست عزیزمون خب تو جیب جا میشه، آدم میتونه مثلا این ورنور ببره چند منظور استفاده کنه، واسه همین یه اینوستمنت بدی نیست. ولی خب میگم اینی بعد بدونید دقیقا چی کار میکنید، بابت اینها الکی بی خودی پول ندید. خیلی موارد میتونید خب همون فرمور رو روی یه دونه رسپبری نصب کنید، یا اصلا خب با خود رسپیان به اون هدف نهاییتون برسید. یعنی اگر مثلا میخواید یه VPN رو روی این نصب کنید که بعدن کل ترافیکتون از روی VPN عبور بدین، روی رسپبری میتونه بهتر باشه تا این. ولی خب دیگه حالا این خب این دوست عزیزمون رفت کنترل C با IP قدیمیش هم آره، یعنی الان دیگه ما اینو دسترسی نداریم، نها کنید نیست، فرمور اوریجینال اومد. خب همین، امیدوارم این مفید باشه. من یه برنامه‌ای دارم که این کار رو با چند تا سخت افزار مختلف انجام بدم، یه دونه سخت افزار بریک شده رو آنبریک کنم. و اینکه حالا جلوتر که برم، این پارت اول ویدیو بود، اینجاست که نشون بدم که چگونه یه فلش رو میزنید، مانت میکنید، نرم افزار روش نصب میکنید، کانفیگ میکنید، مثلا ترانزمیشن رو، خب برای تورنت و از این تیپ کارا. موفق باشید، خداحافظ.